این گلابی ها مال کجاست؟ مال ترکیه است. کیلو 3 تومن. 3 تومن. کیفیتش خوبه؟ نه، ایران بهتر از اینه کیفیتش. میوه خارجی زیاده؟ بله زیاده. چه میوه‌ای هست؟ نارنجی هست، هلو هست، گلابی هست، پرتقال هست، سیب هست. همه خارجی؟ همه خارجی. شما هوله ترکیه‌ای هم داشتی؟ نه. چرا؟ خوب نیست. هر مشتری برده راضی نیست. چرا راضی نبودن؟ اصلا مزه نداره، وسطش خراب، سیاه. ما یه بار آوردیم همه مشتری ها پس آوردن یه نبود. شما سراسر تابستون پرتقال داشتین یا نه تازه آوردی؟ نه همیشه هستش. این کلن اصلا الان ما چند وقت اینجا این پرتقال مثل 4 فصله کلن میاد. این پایین هم یه سری سیب قرمز هست. مال کجا؟ فکر کنم ترکیه باشه. اینا مال ترکیه هست. از ترکیه میاد. کشور ما با حدود 16 میلیون تن انواع میوه جایگاه خوبی رو در جهان به خودش اختصاص داده، اما این جایگاه مانع از این نمیشه که واردات میوه به کشور ما صورت نگیره. میخوایم بدونیم واقعا واردات چه وقت و تا چه میزان میتونه به تعادل بازار داخلی کمک کنه. بر اساس گزارش های موجود در 5 ماهه نخست امسال 104,700 تن انواع مرکبات و حدود 14,000 تن انواع میوه های خشک و تازه که هلو نیز شامل آن بوده وارد شده. شرایط خاصی هم اتفاق میفته که نیاز مردم تأمین بشود و این نیاز مردم اولویت داره، به اصطلاح بر این که خب به هر جهت واردات با برنامه مدیریت شده هم صورت بگیره. یعنی هیچ کشوری در دنیا نیست که وابسته به جای، یعنی کاملا مستقل و ایزوله باشه. گرچه اعداد ارقام واردات چندان چشمگیر نیست، اما همین میزان نیز در روند تولید، عرضه و تقاضا تاثیر داشته. همین واردات انواع هلوها، انواع شلیلها، گلابیها مطرح شد، دقیقاً قیمت این محصولات نصف شد. ولی این قیمتی که نصف شده ببینید انصاف نیست. این قیمت تمام شده کار ما هم نبوده. امسال ما تو بازار هلو ترکیه رو داشتیم. این فکر میکنید زمان مناسبی بود برای واردات؟ برای 2 ماه اول بار خوب بود. الان خود بار ایران تو باغ مونده، اینا از تون دو تون از ترکیه وارد میکنن. یعنی معتقد بودین که همون 2 ماه واردات کافی بود؟ همون 2 ماه کافی بود دیگه. با حساب داخلی رو باید بکنیم که آقا ما چقدر بار داریم، با چقدر وارد کنیم. پس شما با واردات مخالف نیستید؟ با واردات به موقع محاسبه شده نخیر مخالف نیستیم. بحث اصلی واردات بی موقع است. ما هم به دنبال حمایتی از بخش کشاورزی داریم، دنبال این هستیم جوری برنامه ریزی بشه که کشاورز ما متحمل زیان نشه. همچنین در 5 ماه نخست امسال 4754 تن انواع سیب درختی وارد شده. در سال 86 180 هزار تن صادرات سیب درختی داشتیم. در کنار این قضیه مثلا ما 6000 تن 7000 تن واردات داشتیم. خب این نشون میده که خیلی اثرگذار نیست. این محصولاتمون در زمانهایی که جاهای دیگه واقعا محصول ندارن، سیستم حمل و نقل در اختیار باشه، این محصول در زمان برداشت بی‌نظیره. اصلا نیست. اینو بتونیم عرضه کنیم برای اون نقاط دوردست، این امکانات حمایت باشه، خب میتونیم در قبال زمانی که بله ما هم داریم از جای دیگه بیاریم. ارزش صادرات محصولات کشاورزی سال گذشته بیش از 3,600,000,000 دلار بود. در طول برنامه حدوداً 8 میلیارد دلار مثلا پیش بینی شده که در طول برنامه 5 چهارم و در 3 ساله اول حدود 6 میلیارد دلار پیش بینی شده صادرات محصولات کشاورزی رو عرض میکنم، اما در طول 4 ساله بیش از 8 میلیارد و 600 میلیون دلار صادرات محصولات کشاورزی ما داشتیم. دولت برای کنترل واردات میوه در سراسر سال بجز 15 بهمن تا پایان اردیبهشت تعرفه واردات تعیین کرده. اما تعرفه تعیین شده میتونه در برابر دمپینگ یا سیاست بازارشکنی و کاهش قیمت‌ها در جهان مؤثر باشه؟ وقتی می‌بینیم تعرفه مؤثر نیست، باید بریم به سمت اینکه راه‌های مبارزه با دمپینگ رو به اصطلاح ایجاد بکنیم. باغداران راهکارهای دیگری رو برای کنترل واردات پیشنهاد میکنن. میبایستی ما یک آمار دقیقی از میزان تولید کشورمون داشته باشیم. بایستی یک ارزیابی کلی در کل کشور بشه. اگر آمار دقیقی رو داشته باشیم، زمان عرضه اینها رو به بازار هم اطلاع داشته باشیم. خیلی ساده است. خیلی کار سختی نیست. در دولت دهم برنامه ریزی داره میشه که حتی اگر ما بتونیم به اصطلاح انشاءالله زیر ساختار آماده بکنیم، همین رو هم ما در داخل کشور از محل موجود خودمون استفاده بکنیم و انشاءالله هرچی رو داریم در جهت صادرات به اصطلاح به کار بگیریم.